تتو و خالکوبی، موضوعی که امروزه در بین جوانان به شدت محبوب شده و هرچه که پیش میره این محبوبیت افزایش پیدا میکنه و شاید از فرهنگ های متفاوتی به ایران رسیده و داره جایگاه خودش رو محکمتر میکنه. اما شاید تا به حال به این فکر نکرده باشید که از نظر پزشکی و عوارض پزشکی چه مواردی رو میتونه شامل بشه تتو و چه منعهایی رو داره و در چه مواردی باید احتیاط بکنید. امروز اومدم تا این موارد رو خدمتتون عرض بکنم. سلام عرض میکنم خدمتتونم، پوریا هستم و اینجا هم چنل خودتون، چنل دکتر پوریا هستش که هر هفته در اون ویدیوهای با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها و مواردی از این قبیل خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر مطالب ما رو دوست داشتید، چنل رو با دوستان و آشنایان خودتون به اشتراک بذارید تا اونها هم به خانواده ما بپیوندن. اما در رابطه با تتو، امروز محبوبیت تتو و خالکوبی در بین افراد جامعه بیشتر از هر زمان دیگری، البته قدمت تتو محدود به زمان حال نیستش و در گذشته هم برای نشان دادن اعتقادات و تعلقات فرهنگی از اون استفاده می شده. جالب بدونید که حتی یونانیان از تتو برای نشانگذاری برده ها استفاده می کردن و این کار در آمریکای جنوبی نمادی از قدرت و غرور بود. اما موضوعی که برای ما اهمیت داره بحث عوارض و خطرات تتوه. به همین خاطر فارغ از نیت انجام این کار یا بد و خوب بودنش، میخوایم شما رو با عوارض اون آشنا بکنیم. خالکوبی یا تتو به نوعی اصلاح گفته میشه که برای آرایش یا تزیین پوست از اون استفاده میکنند. تتو رو میتونیم از طریق جوهر و سوزن و استفاده از رنگ و رنگدانه انجام بدیم. رنگ مورد استفاده برای تتو قاعدتا باید متناسب با توناژ پوست انتخاب بشه. تتو در حالت کلی در دو نوع موقت و دائمی انجام میشه که در نوع دائمی جوهر باید به لایه میانی پوست تزریق بشه. تتو توسط یک متخصص یا یک فرد تتوکار انجام میشه که به اون تتو آرتیست هم میگن. با استفاده از دستگاه کوچکی انجام میشه که مجهز به سوزنهای ظریفی هستن. این سوزنها روی پوست کشیده میشن و با ایجاد سوراخهای ریزی روی پوست جوهر رو به لایه های داخلی پوست میفرستن. فرد تتوکار از چنین فرایندی برای ایجاد نقش و تصاویر سه‌بعدی روی پوست استفاده میکنه. این کار ممکنه توأم با کمی درد و خونریزی باشه که البته درد و خونریزی اون قابل تحمل هستش. در گذشته برای ایجاد تتو پوست رو با سوزن سوراخ میکردن و سپس جوهر رو به اون تزریق میکردن. اما امروزه تتوکاران حرفه‌ای این کار رو با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته‌ای انجام میدن که درد رو کاهش داده و سرعت تتو رو بیشتر میکنه. اما به هر حال این کار با ایجاد زخم و استفاده از سوزن میسره، پس احتمال عفونت وجود داره. عفونت هم به نوبه خودش باعث ایجاد یک سری عوارض خطرناک میشه که در بخش‌های بعدی به اون میپردازیم. عوارض تتو چه چیزهایی میتونه باشه؟ بر اساس اطلاعات چاپ شده در ژورنال کانتکت درماتیتیس، حدود 10% از افرادی که تجربه خالکوبی دارن عوارض کوتاه مدت اون رو تجربه خواهند کرد. شدت این عوارض هم بستگی به واکنش بدن فرد به جوهر مورد استفاده و کثیف یا تمیز بودن تجهیزاتی داره که برای این کار استفاده میشه. اما واکنش های آلرژیک اولین و مهمترین و رایجترین عوارضی هستند که در رابطه با انجام تتو وجود دارن. مربوط به حساسیت های پوستی هستند. این حساسیت ها با احساس خارش در ناحیه‌ای که تتو روی اون انجام میشه حتی میتونه تا سالها پس از انجام تتو هم رخ بده. البته احتمال بروز حساسیت پوست نسبت برخی رنگ های پرکاربرد همچون زرد، قرمز، سبز و آبی بیشتر از سایر رنگ هاست. جالب شاید باشه براتون این موضوع. عفونت های پوستی از دیگر عوارض رایج مربوط به تتو هستش که به خاطر مخلوط شدن آب غیر استریل با جوهر تتو رخ میده.
از نشانه های رایج عفونت پوستی ناشی از تتو میتونیم به خارش، قرمزی پوست و خارج شدن ترشحات از پوست اشاره بکنیم. البته در برخی از موارد هم عفونت پوست خودش رو با متورم شدن محل تتو نشون میده. احتمال بروز این نوع از عوارض تتو در 2 هفته اول بعد از تتو بیشتر از مواقع دیگره. مورد سوم بیماری های خونی هستش. اکثر عوارض خطرناک تتو به خاطر رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط تتو آرتیسته، چون سوزن تتو به خون آغشته میشه و اگه به خوبی ضد عفونی نشه باعث انتقال بیماری از فردی به فرد دیگر خواهد بود. بیشتر بیماری های عفونی و خونی از طریق خود خون منتقل میشن، مثل هپاتیت بی، رسا، کزاز، HIV، هپاتیت سی و استافیلوکوک اوریوس که از نمونه های این بیماری ها هستند. اما پنهان شدن سرطان پوست شاید براتون جالب باشه که از دیگر عوارض تتو زندگی در فضای مملو و از آلاینده های صنعتی و نازک شدن لایه جو زمین از مهمترین دلایل ابتلا به سرطان های پوستیه. این نوع سرطان رو میتونیم از روی خال های متعدد و قرمزی های موجود روی پوست بدن تشخیص بدیم. اما وقتی یک قسمت یا بخش عمده ای از پوست بدن با نقش و نگاره های تتو پوشونده شده باشه، تشخیص این نشانه های پوستی سخت میشه. پس فرایند تشخیص و درمان به موقع این بیماری به تعویق میفته. مورد بعدی زخم های خطرناک پوستی هستند. ذات انجام تتو با ایجاد زخم روی پوست همراهه، اما معمولا این زخم ها خیلی موندگار نیستند و بعد از مدتی از بین میرن. حتی برای بهبود سریع‌تر جای زخم از پمادهای موضعی هم استفاده میکنن، اما برخی از این زخم ها موقتی نیستند و برای همیشه روی پوست شخص باقی میمونند. زخم های کلویدی یک نمونه از این نوع زخم ها هستند که در اطراف تتو به وجود میان. اما تداخل در تعریق، به طور طبیعی بخشی از سدیم بدن انسان از طریق پوست دفع میشه، اما انجام تتو باعث کاهش میزان تعریق بدن شده و غلظت سدیم موجود در پوست رو افزایش میده و از طرف دیگه سدیم و الکترون های آزاد در هنگام تعریق توسط پوست جذب میشن. اما انجام تتو روی پوست مانعی جدی برای انجام چنین فرایندیه. مورد بعدی ابتلا مستقیم به سرطانه. البته هنوز به طور قطعی نمیتونیم بگیم که انجام تتو باعث ابتلا به سرطان میشه، چون تا کنون گزارشی در این زمینه ثبت نشده. اما هر ساله بخش زیادی از بیماران مبتلا به سرطان ملانومای پوست از بین افرادی که نقش و نگار خالکوبی روی بدن خودشون دارن هستش و این موضوع میتونه مشکوک بکنه پزشکان رو به اینکه یکی از عوامل سرطان پوست انجام تتو هستش. همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده در سال 2017 میلادی احتمال تجمع و انتشار ذرات تیتانیوم دی اکساید موجود در جوهر خالکوبی در داخل غدد لنفاوی وجود داره. پس شاید همین موضوع دلیلی بر افزایش احتمال ابتلا به سرطان در افراد باشه. همچنین عوارض MRI از خطرات تتو هستش. مشکلی که تتو داره احتمال بروز اشتباه در حین انجام MRI هستش، چون رنگ های حک شده روی پوست ثابتن و در برخی از موارد زمانی که شما به MRI احتیاج داشته باشید این موضوع باعث بروز اشتباه در تشخیص پزشک شده و احتمال خطا رو بالا میبره. خون ریزی مورد دیگری است که تتو ممکنه داشته باشه و بیشتر مخصوص افرادیه که سابقه ابتلا به برخی از اختلالات خونی رو دارن، مانند افراد مبتلا به بیماری های هموفیلی که زخم روی بدن اونها منجر به خونریزی بیش از اندازه و کنترل نشده میشه، چون خود خالکوبی یا تتو کردن به تنهایی باعث خونریزی های شدید پوستی نمیشه. در واقع سوزن به کار رفته در تتو بسیار ریز بوده و سطحیه، اما اگر سابقه اختلال خونی داشته باشید امکان بروز چنین عوارض خطرناکی در تتو وجود داره. کبودی های ناخوشایند، گاهی اوقات سوزن به کار رفته برای تتو کاری باعث سوراخ شدن رگ ها میشه و در نتیجه شاهد لخت خون های متعددی در زیر پوست هستیم که این کبودی ها عادی بوده و به مرور زمان
از بین میرن و عارضه آخر مشکل در سیستم لنفاوی هستش که در برخی موارد خالکوبی یا همون تتو باعث فشار روی سیستم لنفاوی میشه. البته اگر در قسمت تتو شده التهاب وجود داشته باشه میزان فشار وارده بر سیستم لنفاوی هم بیشتر خواهد شد. به هر حال امیدوارم که هر تصمیمی که میگیرید، چون به هر حال این یک تصمیم شخصی است، سلامتی خودتون رو هم در نظر بگیرید و هر جور که هستید سلامت و سرخوش باشید. با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیش. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.